نه عزیزم، سالگرد ازدواجمون 2 روز دیگه است. ولی گفتم چون شما 2 روز دیگه راهی هستیم بندازیم واسه فردا که هم دوره هم باشیم. نه بابا چه زحمتی. راستی یادم رفت بگم، مجید یه ماشین 0 کیلومتر شاسی بلند خریده. آره دیگه واسه سالگردم. مجید خیلی وقت بود میگفت میخوام واسه سالگرد ازدواجمون سورپرایزت کنم. از این روز انقدر اصرار کردم که بالاخره لو دادم. خواهش میکنم قابل شما رو نداره. مال خودتونه. البته الان که نیاورده. قرار فردا شب تحویل بگیره. نه سفید. مجید سفیده دیگه نه؟ من خودم رو هنوز ندیدم. مجید دندون تومات داری؟ چی داری؟ آره میگه دندون توماته. کارت سوخت چی؟ آره میگه داره. خواهش میکنم حتما تشریف بیارین. منتظریم. خداحافظ. چیه؟ نکن انتظار داشته بشینم مشقان تا آخرم پوز مصاحبه در اروپاشو بده. یه جوری باید حالشو میگرفتم دیگه. ماشین ما که ماحصل رفتیم. این دیگه چه صیغه‌ایه؟ ما کجا ماحصل رفتیم؟ نکنه اون 2 روزی که رفتیم سنندج خونه مامانتینا رو میگی نه؟ اونا هم میذاری پای ماحصلمون سعید؟ همه دوستان منتظر اینن که ببینم من کجا میخوام برم ماحصل. 4 ماه از عروسیمون گذشته، خانم تازه یادش اومده بره ماحصل. من موندم تو این فرانسه رو از کجا درآوردی؟ یه فرانسه خواستیم بریم ها. بد کاری کردم جلوی مهتاب و شوهرش آبرتو خریدم. اگه از همون اولش میفهمیدم آقای مدیر کل حسابدار شرکتشونه بازم اینجوری میگفتی؟ مقصر منم که اندازه گلیمم از دستم در رفت. آره راست میگی. همون بهتر بود که میرفتی دخترموی ترشیدت رو میگرفتی میشستی برای دل همون تا آخر عمرت جمع تفریق دفترش رو حساب میکردی. نوشین ترشیده نبود، اختلاف سنی داشتیم. حالا هرچی دیگه، وقتی شوهر آدم نتونه پول یه مسافرت 2 روزه رو جور کنه چه انتظاری ازش میشه داشت؟ تو خالی نبندی میمیری. این همه آدم توی عمرشون فرانسه نرفتن
چیزیشون شده؟ هزار بار بهت گفتم خانم قبل اینکه رویا پردازی کنی با من هماهنگ شو. مثلا واسه ماه عسل میرفتیم شمال چقدر فرقش بود؟ بیبرو ببین شوهره مردم واسه زنشون چی کارایی که نمی کنن؟ ماشین 0 کیلومتر شاسی بلند میخرن. داستان این ماشین سفید شاسی بلند و 0 کیلومتر رو از این حرفا چیه؟ چقدر بهت گفتم ماه عسلمون رو بریم خارج از کشور، ورداشتی من بردی کیش. اگه ما میرفتیم فرانسه حالا واقعا نمیشه یه کاری کنی؟ تو حالت خوبه؟ مهتاب چرا این کارا رو میکنی؟ سعید صاحب یه شرکت بازرگانیه، اصلا شاید اون بخواد هر شب پولاش آتیش بزنه، منم بعد این کارو بکنم؟ این چه چشم و همچشمی های بچگونه است که شما با هم دارید؟ حالا چی میشد حداقل یه شب یه ماشین شاسی بلند جور میکردی آبروی منو میخریدی؟ از کجا بیارم؟ میخوای آسینم بکشم بیرون؟ برو از عمو 30 روز قرض بگیر، بذار یه روز دمه در بمونه، فردا ببر پسش بده. خب ببین یه بار بهت میگم برای دفعه آخر، من با این عمو 30 روز حال نمی کنم. چند بار بهت بگم اسم اینو جلو من نیار، حاضرم از دیوار مردم برم بالا ولی جلوی آدم رو نندازم. بابا تو داری منو با مجید یکی میکنی؟ اون بچه مایه داره، جدن در جد کارخونه دارن، هر آن اراده کنه میتونه 100 تا از این ماشینا رو بخره. مجید ما. سلام عمو. حالت چطوره؟ خوبی عمو. شاه جب این طرف ها. بابا چطوره؟ اونم خوبه. سلام رسونه. چی رو داری نگاه میکنی؟ جب قشنگ عمو. فروشیه؟ قربونت برم. این لایف زرورق بوده. با این کفی ها. این کفی ها که میده چی با ماشین ها. سوار اون کردیم و بودیم گوشیم اینجا. نو نو جون تو. حالا قیمتش هم نمو. ای بابا قابل تو رو نداره. بیا بریم. حالا با هم صحبت میکنیم. بفهم مجیدم از خوشت اومد از این ماشین. آره همون خیلی عروسک به جون تو. اینجا مال بابا تو، ما سریدارشیم. خوش اومدی بشین. خب بگو ببینم چقدر داری؟ مگه نیومدی ماشین بخری؟ اما شما ماشینم اجاره میدین؟ من یه ماشین شاسی بلند سفید 0 کیلومتر میخوام اما. حالا گرفتم چی میخوای بگی؟ خب زودتر میگفتی. حالا تو انشالله یه ماشین میخوای بگیری و به سلامتی و مبارکی. آره نه بابا اما ماشین عروس میخوام چی کار؟ مسافرت کجا میخوام برم؟ یه کار خصوصیه. ببین مجیتون چی بهت میگم؟ اصلا بده رازشو بهت میگم. داستان ماشین اینه که پیش پای تو فروختمش. اگه تو 2 ساعت زودتر اومده بودی هم به چود حل بود، مال تو بود، چون صاحبش میخواد بیاد ورداره ببرش. جون عمو مسئله خیلی حیاتیه، تو دوستات رفیقات این کسی نداره، یه زنگ به خاطر هم بهشون بزن. نمیتونم والله. عمو جون اصلا با صاحب ماشین صحبت میکنم، رادش میکنم، قرمت برم، رادش میکنم که در صورت ازش امانت بگیرم. ولی عمو قربونتو برم، من اینطوری که نمیشه ها، باید یه چیز امانتی بیاری دیگه. نه عمو چکو چقدر باید بنویسم؟ قیمت از این 80 تومنه ولی تو باید 120 تومن بدی. میدونی چرا؟ بهزاد به جون خودم یه ماه بهت بر میگردونم. بهزاد دارم باید الو اینم 7 رفیق بیمعرفت. اگه خوابت میاد میخوای بهت مرخصی بدم برو خونه استراحت کن، اصلا میخوای یه چند روزی نیا. اگه برادر زادمی بیرون از اینجا، اگه خواستگار شیرین بودی بیرون از اینجا، اگه عمو هم بیرون از اینجا. آباری کرلا اینجا فقط کار،
آدم بی‌نظ به درد من نمیخوره. اگرم میخوای استراحت کنی بارو بونتو جمع کن، پروندتو بذارم زیر بغلت، برو خونه استراحت کن. ببخشید عمو جون. آقای محبی، عمو جون و زن عمو جون و خاله جون بیرون از اینجا. ببخشید آقای محبی، میخواستم بدونم امکانش هست من شش ماه حقوقمو پیش پیش بگیرم؟ تو که همین شش ماه پیش یه وام خارج از نوبت گرفتی. حقیقتش اون واسه تعمیرات خونه خرج شد. خونه مستاجری چه تعمیراتی داره؟ حالا گیر نده دیگه عمو جون. چیه؟ باز اون زن بلند پرواز تو دردسر انداخته؟ حقته، دندت نرم، چشت کور. گفتم بیا دختر منو بگیر، شرکت رو میدم دست تو، اصلا همه ی خون زندگیمو میسپارم دست تو. حالا میتونم یه بار دیگه از شما درخواست وام بکنم؟ خیلی پر روی. خیلی ده قربون شکله، اینی که تو داری میگی؟ آخه این قیمت واسه چک مدت داره، نه نقدی. به جون مدوی، به جون مدوی، یه چک یه ماهه بهت میدم. یعنی چی؟ یعنی نقدی که ده همینو من میگم قربونت برم. با این قیمت جنسا رو بخرم من باید چند بفروشمش؟ چی؟ بکش، میگه بکش. ببخشید، باشم منم دارم. آخه بکشم رو جنسا؟ دستمزد کارگرا، 2 میلیون تا رایانه، حق بیمه، نمیخرن قربونت برم، نمیخرن. آره دیگه، الو، گوش کن، الو. چه؟ کجا؟ داشتم میرفتم دستشویی. دستشویی؟ بله. دستشویی از کی تا حالا وسط خیابونه؟ نه ببینم، اون آقای محبی من گیرم. تو که همیشه گیری، دفعه اولت نیست. ببین من هر جوری شده باید پول جور کنم. خب جور کن، من که بانک نیستم. که بانک نیستی، عمو که هستی. باز گفتی عمو؟ ببخشید آقای محبی، منو مسخره میکنی؟ شما چرا متوجه نیستی؟ من پول میخوام. من پول ندارم. شما که پول دارین، یه خورده به من قرض بدیم بهتون میدم دیگه. شما هنوز بدهی قبلی تو صاف نکردی، باز از من پول میخوای؟ شما چرا نمیفهمی؟ خودت نفهمی، بی ادب نفهم. ببخشید غلط کردم. نخیر، اصلا من نفهمم، بیشورم. حالا این شد یه چیزی، حرف حساب چیه؟ پول میخوام دیگه. 100 دفعه به تو گفتم ندارم. نفهم، میفهمی؟ برو پیکارت. خیلی خیلی بیمعرفتی، ناخون خشک گدا. لوتوسش چجوری کار میکنه؟ لوتوس نه داداش، بلوتوس. به من دهنه تو، سیبای تربیت بدنی گذاندن به من داری یاد میده، گرفتی؟ چش داشته چی؟ ببخشی داشت مدوید. دمت گرم. بیا. چونم نداشت کجا؟ بزکش. دادا بود. صد دفعه بهت گفتم اون قند با دهنت ننده سوچایی. چی میگفت؟ پسر از باباش یه دست چک میگیره، فکر میکنه شده تاجر. کشون تاجرهای قدیم که یه تار سفید سیبیلشون مساوی با 300 تا دست چک بود. تو کار نداری؟ کدوم کار؟ کارخونت که ورشکست شده، کار میخواد چی کار؟
تجارت بکش. یه تاجر واقعی هیچ وقت ناامید نمیشه. حالا برو بالا سر کارگرا. بابا داشمت بینه من. چهار تا و نصف کارگر داریم دارن دور و بر خودشون میچرخن. من برم بالا سرشون که چی بشه؟ بس واسه چی این بختک افتاده دنبالم؟ ها؟ یه چک میخوام ازت. چون؟ گفتم یه برگ چک میخوام. نه ترس بابا، نمیخوام باش تجارت کنم، واسه یه کار دیگه میخوام. ندارم. گفتم نه ترس، نمیخوام باش تجارت کنم. عجب آدمی هستی ها. میگم ندارم ندارم ندارم. همین یه برگ چک مونده، اونم میخوام مواد بخرم. بابا داداش مدوین من، ما گورمون کجا بود که کفنمون کجا باشه؟ ما مواد میخوایم چیکار؟ میخوایم چیکارش کنیم؟ واسه کی میخوایم؟ با صرفه اضافه زدی؟ حیات پشتی رو که فروختم همه چی رو برام میشه. همه چی. من دارم میرم باشگاه، حواست به اینجا باشه. تشویق. سلطان مدید، سلطان بگو. مدید، سلطان مدید، سلطان مدید، سلطان مدید، سلطان مدید، سلطان مدید. اگه راست میگی بلند بگو جوابتو بده. گفتم که بیورزه ها رو میگیرن. دیدی بیورزه ای؟ تو حتی نمیتونی جواب منو بدی. خاک بر سر من که زندگی ما به پای تو سوزوندم. شوهری که نتونه زن زحمت کشش یه مسافرت کوچولو ببره، شوهری که نتونه پول مسافرت جور کنه، شوهری که نتونه. بابا بس کن دیگه. هرچی من ساکتم تو پرروتر میشی. ای شوهر شوهر، میدونی تو مقصر نیستی، مقصر منم که عین بزغاله هرچی گفتی گوش دادم. اگه همون اولش میرفتم پیش مجید و مهتاب ماجرا رو تعریف میکردم، الان کار به اینجا نمیکشید که جنابالی واسه من شاخوشونه بکشی. البته الانم دیر نشده، من بیورزم از لج تو هم شده، همین امشب میرم پیش مجید و مهتاب همه چی رو میگم، قال قضیه رو میکنم، همه چی رو تعریف میکنم. ببین سعید، اگه این کارو بکنی همین الان میرم چمدونام جمع میکنم میذارم میرم. به جای اینکه دیبا آبروزی نکنی داری بر من خط و نشون میکشی؟ خیلی بی‌معرفتی. سلام مهشید خانم. آخه چی شده؟ چرا داری گریه میکنی؟ الهی قربونت برم، اصلا چرا اینجا نشستی؟ عزیزم، مگه شما فردا پرواز ندارین؟ الهی من قربونت برم. عزیزم تو الان باید چمدوناتو ببندی. سعید چی کار میکنی؟ خودم میشورم. چته؟ مهربون شدی؟ بازم چه خوابی دیدی برام؟ انقدر تو دست دست کردی که من یه فکری براش کردم. چه فکری؟ ببین، ما فردا خیلی شیک و با کلاس زنگ میزنیم، آژانس میاد، بعد میریم فرودگاه، بعد یه ذره میشینیم اونجا، بعد برمیگردیم خونه، بعد 10 روزم تو خونه میمونیم، آبا که از آسیاب افتاد میریم پیش مهتاب اینا میگیم هوا بد بود، زود برگشتیم. ببینم فکر بکرت همین بود؟ هنر کردین. میخوای 10 روز ما رو بچپونی توی خونه که چی بشه؟ میدونی چی کار کن؟ تو برو پولو جور کن، من ببر فرانسه. ببین مهشید، وقتی دارم فکر میکنم اینم فکر بدی نیستا. راستی مگه تو پیروز کلیدای خونه رو ندادی دست مهتاب خانم بیاد گلدونا رو آب بده؟ اونو میخوای چی کارش کنی؟ من فکرشو کردم، با ملیه صحبت کردم، قراره یه جوری دست به سرش کنه. این هیچ. اگه یه روز حال مشسم بس شد و ملیه میخواد ببردش دکتر چی؟ اونو میخوای چی کارش کنی؟
من و علیه فکر همه جاشو کردیم. قرار شد هر وقت بره بیرون یه قفل اضافه بزنه پشت در. ما میتونی زنگ بزنیم به امروز مرخصی بگیریم. الو، سلام عزیزم. راست میگی؟ باشه باشه، داشتیم میومدیم. باشه، قربونت خدم. سعید! آخه سر زهوری نوکرت هم قربونت برم. آبرو نبر جلو اینا. آقا مجید، تو که تا دیروز داشتی واسه اجاره های عقب موندن عیز و ناله میکردی، حالا یهو رفتی ماشین شاسی بلند 0 کیلومتر چه میدونم سفید خریدی؟ تو خجالت نمیکشی دروغ میگی به هم؟ داد نظرم و سرزبار آبرو میره برات همه چی رو توضیح میدم. توضیحاتو نگره واسه خودت، پول منو کی میدی؟ به جون مادرم این ماشین مال من نیستش، مال یکی از دوستام ازش قرض گرفتم. واسه چی قرض گرفتی؟ فقط قرض یکی از فامیلامونه، میخوان ماشین عروسش کنن. ببین من به این چیزا کاری ندارم، من پولمو میخوام. بهت گفتم تا آخر ماه فقط به من فرصت بده، ممکنه تو هستم، فقط آبرو منو نبر. تا آخر ماه پول منو ندی مجبور میشم برات معمول بیارم. گفته باشم سبز باری کار اصلا ما اونجا نمیرسه. خیالت راحت، چطور دارم پسر خاله میشه دست نزم ببرم. آبرو تیفت دارم، چرا خوشگلی شدی؟ اینم نریش تو پارکینگ جا نداره. فهمیدی؟ مهندس، این آقای واسه خودش آزاد میگرده خطرناک نیست واسه ساکنین؟ نه و بدبق بیازاره. من این نهیده یه نهیب تابش دادم، رفت تو خونش در و بست. بنده خدا دو سالی که قاطی کرده، هر 6 ماه یه بار میبرنش امین آباد، یه هفته که میمونه بهتر شد بعد ورش میدارن میارنش. همین دیروز آوردنشا. عجیبه، ولی من همین 2-3 روز پیش دیدم داشت باغچه رو آب میداد. مطمئنی؟ آره، اتفاقا با همین لباس هم بود. شما داداش دوقلو شدید؟ آخه اینا دو داداش هم. بله. تفلی مگه یه سرایدار چقدر در میاره که همونم بخواد خرج دوا دکتر داداشه بکنه؟ ببینم مهندس، زن و بچه داره؟ نه بابا، هنوز مجرده. این یکی رو خوب عقلش رسیده. همینه دیگه، خدا به یکی انقدر میرسونه که نمیدون چطوری خرجش کنه، به یکی هم انقدر خرج میده که نمیدون کجا بیاره. ما یواش یواش باید بریم، ساعت 7 باید فرودگاه باشیم، 2 ساعت هم بخوابیم. راستی ما هم با شما میایم. کجا؟ تا فرودگاه با هاتون میایم. نه نه نه، اصلا راضی نیستیم. زنگ زده به شرکت، قراره صبح راننده بیاد دنبالمون. آره راست میگه، کجا میخوایم بیاین همه راه رو؟ خودمون یه جوری میریم دیگه. بابا خودمون میریم چیه؟ میایم با هاتون دادم فرودگاه، بدرقتون میکنیم. نه بابا چه دوری، حتما با هاتون میام. فقط بگین که چه ساعت پایین باشیم. پس چرا نمیان؟ 2 ساعت ما رو پایین کاشتن. من چقدر غور میزنی الان میان. آقا ببخشید خانم، آقا میشه یک کمکی به ما بکنید؟ خواهرم ما تو خونه بودیم، یه حال خواهرم ناقافلکی بد شد. اگه میشه تا این، نه اینور یه بیمارستان هست، نگاه کنید تابلوهاش هم، من تا اونجا ما رو برسونید. خب میخواید زنگ بزنم به اورژانس بیا؟ آقا کجای کانین چی داری میگه؟ تا شما بخواین زنگ بزنین، تا اونا بخواین گوشو بردارن، بعد بپرسن مریضتون چه مرگشونه، شما بخواین بگین، اونا آدرس بخواین، شما بخواین آدرس بدین، بعد اون آقا بخواد سویچشو روشن کنه بندازه تو ترافیک. وای آقا میگه چرا میشه چراغ قرمز اولو رد کنه برسه به چراغ قرمز دوم، چرا چراغو رد کنه؟ آقا اصلا بی خیال ولش کنین. خواهرم بزن خانم، خواهرم رو دستم بمیره بهتر از این که ملت آدم های پولدار بی وجدانه مثل شما رو بکشم. اصلا خانم چه توهین میکنی؟ پس میگید من چیکار کنم؟ ماشین به این خوشگلی شما دارین، یه دقیقه روشن کنیم ما رو تا این بیمارستان، نگاه کنید تابلوهاش هم اینجا معلومه، تا اینجا برسون خواهرم مرده. تموم نمیشه،
میریم الان به سعیدینا زنگ میزنیم، خودشون با آژانس برن بعد ما میریم. بدبخت داره میمیره. خانم انقدرم که شما میگین حالش بد نیست. غلط میکنه، حالش بد نیست. عربده هایی میزنه. وای تو رو خدا که اگه نکنه خوبه. پس شما برید تو، ما الان میریم اون برا میام. دست شما قفله نه؟ نه خانم بازه، کلید هم روشه. دست شما خانم منو یه دقیقه میدونیم بهشون بگیم میریم. بریم زنگ درشو بزن حداقل خواب نمونه. تو ناراحت نباش، رسیدیم فرودگاه یه جوری میپیچونیمشون، خیالت راحت، نمیذارم لو بره. دنبال شما رو صدا کنیم، دیدیم ماشین رفت، ابو سیروس پوستمو میکنه. ابو سیروس دیگه کیه؟ ابو سیروس دیگه کیه؟ دارم از اون میگم، سعی چونانم بره دیگه. مهندس به کسی شک نداری؟ نه بابا شک چی؟ تو که میدونی بابا سارا به این پوچه هم نمیرسه. دیر نشه؟ نه الان زنگ میزنم 110. فرودگاه رو میگم بابا، الان فرودگاه زیاد واجب نیست. نظری جیب شما برید، شما مسافرید، من یه خاکی تو سرم بریزم. پشت زنگ بزن یه آژانس بیار. یه زنگم میزنم 110 بیار. نه بابا 110 چیه؟ واسه چی؟ خودم حلش میکنم. باشه برو یه زنگ بزن آژانس بیاد. میگم مهندس تو رو خدا تعارف نکن، هر کاری داشتی زنگ بزنی سه سوتی خودمو میرسونم. آقا تو چجوری میخوای فراز خودتو برسونی اینجا؟ یعنی چیز دیگه، به دوستان میگم بیا کمکت کنن دیگه. نه میگم سعید جون، بازم معرفت تو دست درد نکنه. من میرم دیگه. پاشو برو یه زنگ بزن آژانس بیاد. پاشو. باشه باشه. خداحافظ مهندس. داری میری اون لباست هم عوض کن، تو فرانسه مد نیست. الو. بله. آره ماشین دستمه. یه جا پارک کردی. من چی کار کنم؟ بیارمش اونجا؟ باشه باشه. خداحافظ. داشتیم زندگیمونو میکردیم و همش تقصیر توه. ببین چه آلاخون والاخونی شدیم. حتی خب خیلی ناراحت بودم. قیافاشو دیدی؟ خانم شوخی که نیست. میدونی چقدر قیمت اون ماشینه؟ البته واسه مهندس این پولا پول نیست، ولی کلن آدم یه لنگ جورابشو گم میکنه ناراحت میشه. اوه چه برسه به یه ماشین شاسی بلند 0 کیلومتر. عذاب وجدان گرفت. شیطونه میگه، شیطونه میگه بیخیال همه چیشم، همین الان برگردم برم دم در خونش. دیوونه شدی؟ این همه تلاش کردیم که صورتمون پیش اونا سرخ بمونه، تو حالا میخوای همه چیو خراب کنی؟ حساب وجدان گرفتم. قیافشونو دیدی؟ سعید به جای این کارات یه ماشین بگیر بریم خونه، مردم از خستگی. با کی کار داری؟ سلام مشسن. سلام، میگم با کی کار داری؟ نمیخوایم بریم کنار؟ کارا چیه مشسن؟ ما رو نمیشناسی؟ ها؟ سعید خانم دوباره اوت کرده. ماش هستم، من سعیدم، طبقه دوم. طبقه دوم؟ آها طبقه دوم نیستم، برید فردا بیاد. ماش هستم، ما رفته بودیم مسافرت، امروز برگشتیم. مسافرت؟ کجا رفته بودی؟ خارج رفته بودیم. کجای خارج برامین؟ بابا ایشون آقای مهندس خانمشون هستن. او میشناسیشون؟ آره بابا. آدمای خوبی هم بابا. بله بابا. بابا ول کن دیگه. میگه ملیه جانم من کجا؟ بابا قربونت دارم، بیا بریم تو خونه برات توضیح میدم. ببخشید بیا بریم. توضیح میده؟ آره بابا جان بیا بریم. نه بابا بیا بریم. عجب داستانی شده.
بیچاره آقای تا مرز سکته رفت و برگشت. من موندم چرا به صدا دست زنگ نمیزنم؟ نگران نباش، مهندس آدم حسابیه، کلی هم دوستای آدم حسابی داره، میره یه زنگ میزنه به اونا، سه روزه کارش حل میشه. راستی ملیا جان، بابات بدتر شده حالش؟ آخه به خدا شرمنده، یه روز خوبه یه روز بد، یه روز کل جدول مندلیف و حفظه، یه روز هم مثل دیروز از صبح تا شب هیچ کیو نمیشناسه. تو رو خدا شما به بزرگی خودتون ببخشین، اگه بازم اینطوری شد شما نگران نباشین، چیزی هم بهش نگین تا من خودم رو برسونم. ایشالله که زودتر خوب میشه. من میخوام یه سر برم سوپرمارکت، شما چیزی لازم نداریم براتون بگیرم؟ نه دستت درد نکنه، فقط قفل یادت نره. راستی ملیه خانم، میتونی سر راهت یه سر و گوشی آب بدیم؟ باشه، من تمام سعیمو میکنم. خدافظ. دستت درد نکنه. خواهش میکنم. اوه اوه، این دیوونه الان میزنه بچه مردمو ناکار میکنه. نه بابا، مگه یادت نیست مهندس میگفتش که خیلی بیازاره. ما کی کار داریم؟ ببخشید ماشین آقای مهندس پیدا شد؟ شما؟ من دختر همسایه روبرویتون هستم. کدوم همسایه؟ دختر مشهستن، سرایدار خونه روبروی. چی دارم میگم به هم؟ نمیدونم، ولی ظاهرشون که خیلی صمیمیه. مثل اینکه این ماشین سفید شاسی بلند داستانش خیلی جدیاره. من که بهتون گفتم همونجون خیلی حیاتیه. این هم چکش که براتون رو دست زدن نم رقمش که درسته بود بره خبیمونتو برم. خب اما سویش ماشین باید بدم. بیا دیگه اینم سویش ماشین. گرفتی که چی گفتم امو جون؟ ناراحت نشو، فقط ببین چی بهت میگم. راست همین ساعتی که الان ماشینو بهت دادم، فردا همین موقع بیا ماشینو بهم بده. باشه امو. چشم امو، خیالت راحت. برو بام میدارم. دست دار نکنم. با عزتون. به بابا خدا فکر کردی من بچه‌ام؟ ماشین 0 کیلومتر دادم بهتون فروختین، اون وقت میگی دادم تعمیر؟ قربونتو برم زشته. الهی قربونت. صداتو بیار پایین. چی صداتو بیار پایین؟ من این سر ماشین من چه بلایی آوردی اون وقت میگی صداتو بیار پایین؟ بعد حسابی آقا میگه ساعتو بیار پایین، بیار پایین دیگه. قربونتو برم. تو منو داشته باش. قربونتو برم. تو ماشین به من دادی. نوکرتم ازم. چش ماشینتو بهت میدم. فردا بیا چکشو بگیر دیگه. چند؟ چی چند؟ میگم قربونت برم فردا بیا انشالله حله جونت حله. ای خیال باز.
سلام علیکم. سلام. در باز بود اومدین تو؟ در نیمه باز بود. منم یواش هلش دادم اومدم تو. یعنی هر دری باز باشه شما میایین تو دیگه. نه خب البته کار داشتم. بفرمایید. شما خوبی؟ ای بد نیستم. همه چی مرتبه؟ ای بدک نیست. روزگار برای وقف مراد هست؟ ای همچین. ای بابا همش که شد همچین و بدک نیست. منظورم اینه که نظرتون راجع به ازدواج چیه؟ راستش من منتظر همین جمله بودم. ولی شما چه زود رفتین سر اصل مطلب. البته خوبه ها الک مقدمه چینی نمی کنی. شما لطف دارین. خیلی ممنون. فقط نگفتین نظرتون چیه؟ راجع به چی؟ ازدواج دیگه. چیز خوبیه. همین؟ خب یعنی چی؟ من چی باید بگم؟ خب به نظر من ازدواج امر پسندیده ای که هممون باید یه روزی گرفتارش بشیم. میدونین چیه؟ راستش آخه من دو بار تا حالا شکست خوردم، برای همینم میترسم. این که چیزی نیست، من تا حالا 7 بار شکست خوردم. 7 بار؟ یعنی شما تا به حال 7 بار ازدواج کردین؟ ای آقا نه بابا، یعنی 7 خواستگار برام اومده، بابام ردشون کردن رفتن. آهان، یعنی الان اگر یکی دیگه هم بیاد باباتون ردش میکنه؟ آها دیگه نشد که. ببین بابام گفته اگه 7 خواستگار بیاد 8 هر کی میخواد باشه باشه، اگه گوساله هم باشه منو بهش میده برم. البته من گوساله نیستم، ولی اگر شما اجازه بدین با پدرتون صحبت میکنم. یعنی چی؟ یعنی شما الان دارین از من خواستگاری میکنی؟ ای یه همچین چیزایی. شوخی میکنی؟ نه خانوم، من با شما چه شوخی دارم؟ راستش من الان چی باید بگم؟ باید بگم باید شما در مورد همسر آیندتون چه جور مردی هستی؟ توی آینه دلسوز، زحمت کش، شجاع، مثل یه کوه محکم و استوار جلوی مشکلات نیستم و سلام بابا. موی سفیدو توی آینه دیدم، بعد به خودم بابا خندی. این کیه؟ سلام. اشتباهی اومده بابا. آقا بیژن؟ بله بله. دندونسازی؟ نه من میخواستم برم دندونسازی پلاک بغلی، ولی مثل که یه پلاک حاجقا اشتباه اومدم. ها؟ ببخشید منو. ها؟ دندتو با کن، من خودم دندونسازم. نه بابا اشتباه اومده، دندونش برو. اشتباه اومده بابا، بلش کن. کی بود بابا؟ اشتباه اومده بود بابا. جانم، مامانو تو خواب دیدم. خواب چی گفت؟ گریه کرد. بابا بسه دیگه، من میرم تو. موی سفیدو تو یه آینه دیدم، بعد یهو به هم خندیدم. کجایی زن؟ کجایی؟ موی سفید و توی آینه دیدم، بعد نفهمیدم چرا به خودم خندیدم. نه نه. Thank you.
ببینم شما مطمئنید این آقای سبزواری بردر دوقلو هم داره؟ آره، میگن کمی هم کم داره، طفلی. آخه، ولی من تا حالا ندیدمشون. شما یه سال هم نیست اینجایین، حالا مونده همه رو بشناسیم. ولی خود این آقای سبزواری که خیلی آدم خوبیه، من تا حالا سرایدار به این خوبی ندیده بودم. ملیه خانم، نفهمیدی مهندس واسه ماشین میخواد چی کار کنه؟ به پلیس زنگ زده، نزده؟ نه، راستشو بخواین ما بیشتر داشتیم در مورد خودمون صحبت میکردیم. در مورد خودتون؟ آره، البته ربطی نداره برای شما توضیح بدم، در مورد حرفای همسایگی و این چیزا. طفلی بد جوری قاطی کرده، خیلی سخته واسش. کاش میتونستم یه جوری کمکش کنم. من با اجازتون باید برم قرصای بابا رو بدم. با اجازه. عزیزم دست درد نکنه، خیلی اذیت شدی امروز. من از فردا میرم سر کار، 10 روز بمونم توی خونه میپوسم. یعنی چی؟ اون وقت من چیکار کنم اگه مهتاب اومد؟ خانم، اولا که ملیه خانم اینجا هستن تنها نمیمونی. بعدشم من اینجا باشم یا نباشم چیکار میتونم بکنم؟ حداقل برم شرکت این عموه حقوقمو کم نکنه. آره آره، ایشون راست میگن، من هستم مهشید خانم، نگران نباشین. با اجازه. کسی خرجش کردی بگو یه خاکی تو سرم بریزم. کشو گذاشتیش؟ فقط بگو چقدر نوشتی ها؟ به جون داداش، میخواستم قبل از اینکه ورش دارم بهت بگم. قرونه سورم، چقدر نوشت؟ به جون داداش مدوید باش ماشین خریدم. ماشین خریدم؟ ماشین چقدر؟ 120 میلیون. 120 میلیون ماشین، 120. آخه بالاخره یه چیزی خریدی که میشه فروختش. آره چی گرفتی حالا؟ ماشینش چیه؟ ماشین 0 کیلومتر سفید شاسی بلند. 0 کیلومتر؟ آره. همه چی داره؟ همه چی؟ پشتش کولر داره؟ آره. فول آپشن؟ آره. خب اینو ما بفروشیمش. بالاخره زرنگی کردی، یه چیزی گرفتی که بتونیم بفروشیمش. آره داداش. داداش کنم تو تو شکر دوست دیدنش. نمیخواستن دوزی زنش ولی دوزی زن ماشینه؟ دوش بدین جونه بابا، دوش بدین بخشید قربان. بفرمایید. شما مال این ساختمون هستین؟ بله، با اجازتون. خوبه، به سلامتی. ببخشید آن، شما از سرایدارتون راضی هستین؟ آره، چرا راضی نباشیم؟ خیلی هم آدم های خوبی هن. چند وقت میشناسینشون؟ یه سالی میشه. خب با اجازتون من برم. با اجازتون. به سلامت. مردم آزارا، ببین چی به سر کوچه آوردن. خیلی عجیبه، مهندس به جایی که بره سراغ پلیس داره دور سر خودش میچرخه. شاید از یه چیزی میترسه. آخه از چی بترسه؟ شاید دوزا زنگ زدن تهدیدش کردن.
من بالاخره فردا ته و تو این داستانو در میارم. مهندس مرد خوبیه. نمیذارم کسی اذیتش کنه. راستی سعید، فهمیدی آقای سبزواری از مریه جون خواستگاری کرده؟ سبزواری دیگه که؟ همین سرایدار مهندس اینا. جدن؟ اون امین آبادی ها؟ ببینم ملیه خانم، سر کار نری یهو. نخه، ایشون داداششون هستن. ازم خواستن که یه روزو تعیین کنن که با خانوادهشون بیان خواستگاری. خب میخوای چیکار کنی؟ با اجازت دیدم ملیه راضیه، گفتم بگه آخر هفته بیان. آخر هفته که فرداست. آخه مش حسن که میبینی ناخوش احواله، اینا هم اینجا کسی رو ندارن. گفتم ما تو مجلسش باشیم، بخاطر این خوبیایی که در حق ما کرده ملیه. مشید، تو که وضع ما رو میدونی چجوریه. نگران نباش، ما که بیرون نمیریم، اونا سوار آسانسور میشن میان بالا. میبوشی میام که میگیریم. نه دیگه، شما خجالت هم ندید، من خودم میوه شیرینی میگیرم، شما که نمیتونیم بیاییم بیرون. آقا مجید، آقا مجید، میدونم که صدای منو داره میشنوی، خوب گوش کن چی دارم بهت میگم. یا اینکه فردا 4 تا از نوکرامو میام دم در که مزاحم خودت و خانمت بشن، یا اینکه چیکی داداشتو میذارم اجرا، بعدشم با مامور میام دم کارخونه بابات، میفهمی؟ تا قرون آخرشم صاف میکنم. البته با این قلب برید که بابایتو داره فکر نکنم این مورد دومیشو خوشت بیاد. چیکار کنم ها؟ از ما گفتن میخوای بشنو میخوای نشنو، ما رفتیم. گوش کن چی میگم، تا 2 روز دیگه بیشتر فرصت نداری. از ما گفتم بود. ولی کارمون اصلا درست نیست. باشه پس میشستیم همینجا، عمو سیریس آدماشو میفرستاد دنبالمون با خفت خاری میبردنمون. اون 2000 آبرویی هم که جلو در همسایه داشتیم و میبرد. اینا رو نمیگم. این که میخوایم بریم خونه مهشید نقایم شیم، خونهشون امانت سپردن دستمون. من که اصلا دلم راضی نمیشم. ای بابا، من میخوایم بریم خونهشون صاحب بشیم. یه 4-5 روز میریم اونجا. مقدار فریدم آزاد میشه. بعد میبینم چه خاکی میتونم تو سرم بریزم. بعدش هم یه خوبی که داره، پنجرهشون رو به کوچه است. دیگه کسی نمیتونه بیاد غافلگیرمون کنه. اگه همسایه‌هاشون ما رو دیدن چی؟ چه میدونم، میگه اومدیم گلدوناشون آب بدیم. عجیب. دیگه هیچی نگو، دیگه یه قدم واسه حرفای تو بر نمیدارم. فردا صبح میریم اونجا. شیفم شو. این دیگه کیه؟ سبزواریه. برو تو آشپز کنه. سلام سبزواری. سلام آقا مجید. من که خدمتون گفتم آخر برج میارم دیگه. من چیزی گفتم جان؟ نه، حال کارتون چیه؟ میتونم بیام تو؟ تو دستمون میشه ول کنیم؟ تو راستیتش ما داریم میریم خونه یکی از دوستانم. زیاد مزاحمتون نمیشم. خیلی خوش اومده آقا سبزواری. ممنون، لطف داری. قربون شما برم. شما خوبی؟ ممنون. جایی میخواییم بریم؟ میریم خونه یکی از آشناهامون. ببخشید. سلام. سلام، حالتون خوبه؟ ببخشید مزاحم شدیم. فردا که برمیگردیم؟ فردا ما چه خبره؟ من فردا میخوام برم خواستگاری یه خانوم. جدن؟ با این که خیلی خوبه، مبارک باشه. خواهش میکنم، لطف دارین شما. منم به نوبه خودم آقا سبزواری بهتون تبریک میگم. ممنون، لطفه. ولی بگید ما این وسط چی کاره ایم؟ خب، میدونین از وقتی تمام خانوادم رو توی اون زلزله از دست دادم تا به الان هیچ وقت جای خالیشون رو اینجوری احساس نکرده بودم.
سخته سخت. مخصوصا الان که میخوام برم. بازم من گفته اون سبزه خونه مایی بزن چی کاره ایم. میدونی مجی جان، با خودم داشتم فکر میکرد، گفتم به خاطر اینکه فردا تنها نرم اونجا، شماها رو هم به خودم ببرم. خب عنوانت چه میدونم، فامیلای داماد. خب ما ممنونتیم که ما رو خودت میدونی، ولی ما نمیتونیم بیاییم. ما یه مسافرت چند روزه در پیش داریم. باشه، من خامو ببین که فکر میکردم شماها بهترین و مناسبترین همسایه های این آپارتمانید. میخواستم اگه این لطف در حقم بکنید تمام اجارهای عقبوندتون رو ببخشم. قربونت برم آقا سرزماری، نوکرت هم هستم، خودم میام برات خواستگاری. خب لیلا جان، قبلا 1,700 داده بودم، اینم 50 و 100 و 150 و 200 و 250 و 300 جمع شد 2 تومن. بفرما. بده ببینم، دست شما درد نکنه. ممنونم. خب حالا بگید ببینم چی برام آوردین. خوب گوش کن ببین چی بهت میگم. اون ماشین سفید 0 کیلومتر شاسی بلنده رو میری یک دستی به سر گوشش میکشی، بعد میبریش پیش اصغر یدک. میدونی که میگم که از خر یدک فهمیدی؟ بعد ازش پولو جیرینگی میگیری، تام میکنی، میذاری تو جیب سمت قلبت. سمت قلبت آره. چپه. خیلی خوب فهمیدی؟ بعد که این کارو کردی بعد چیکار میکنی؟ بعدم ماشینو بهش میدی. بعد ماشینو میدم. حله؟ حل آقا. شیرفهم شو؟ بله آقا. اما سیریز این ماشین شاسی بلندی که میگی همون نبود که ما 2 روز پیش آوردیم واسه؟ ببینم اینو کدومتون سوار کردی؟ من. تو؟ آره قربونت. این همون. همون. علی اون سیروس قلب چپه. به تو چه، قلب اون سیروس سمت راستشه یا چپشه؟ راسته. این دفعه راسته. بریم بچه. بریم بچه. بیا بریم. خوابیدی؟ ساعت چنده؟ یه رو به 8. داشتم روی اینا کار میکردم. خواب میدم. مهندس نرفته باشه. مهندس رو میخوای چی کار؟ هیچی. من برم دیرم شد. وایسا من یه رفته نون بگیره. صبحونو بخور بعد برو. چقدر شلوغه. اصلا به محشید نمیاد انقدر شلخته باشه. حواست باشه به چیزی دست نزنی، برامون داستان میشه. ولی من بازم میگم اصلا کارمون درست نبود. تو دیگه حرف نزن که به اندازه کافی حرفاتو زدی. من احمقو بگو که گوش به حرفای تو دادم. انقدر سرکوف نزن، من خودم به حد کافی حالم بده. من که معذرت خواهی کردم. خب با معذرت خواهی خیال میکنیم ماشین مردم سرجاش برمیگرده؟ اونش به جهنم. داداشم رو چی کار کنم؟
امروز فرداست که عمو سیروز با یه مأمور بیاد دم خونه دخلشو بیاره. این چه کاری بود من کردم؟ این چیه؟ فیش حقوقی؟ حقوق پایه 450,000 تومان؟ مگه سعید صاحب شرکت نبود؟ خب شاید واسه رد گم کردن باشه. رد گم کردن واسه چی؟ سلام. 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 اومده بودیم گلا رو آب بدیم علیه خانم. بله. مهشید خانم خودش کلای خونه رو داد بهمون. مو دیگه با اجازتون مرخص بشی. شما کجایین؟ ملیه خانم، اینجوری قرار بود هوای ما رو داشته باشین؟ من از کجا میدونستم اینا 8 صبح میخوام بیان گلاب بدن؟ مهشید خانم کجاست؟ رفت تو دستشویی قایم شد. ای بابا دست من نیست که، دست خودته. بابا دست من نیست، تو کیفت خودته. به من نداد میگم. بابا دست مریضا. میدونستم به خاطر من از خیر مسافرتتون میگذرید. دمتون گرم. البته منم از خجالتتون در میام. راستی یه ساعت دیگه باهاشون قرار گذاشتم. گل و شیرینی هم میخرم. نگران هیچی هم نباشی. خب اگر کم و کسری هم بود به هم بگین میگیرم میام. شما چرا زحمت میکشید؟ شما سبزواری منو مهتاب بینیم میخریم یا آقا سبزواری داریم؟ دستتون درد نکنه. اصلا یه خودم باشه خیلی بهتره. حاضر باشین یه ساعت دیگه میام دنبالتون. یه ساعت دیگه؟ آقا دو قدم راگی بیشتر نیست. دست خودم نیم، میدونی استرس دارم، نگرانم. زودتر بریم که انشالله جواب مثبت رو ازشون بگیریم. دلی هم دلشون بخواد آقا سبزواری. از خداشون هم باشه چنین دوماده گیرشون بیاد. انشالله. بچه خالی نکن، امید علکی هم نده. فقط دعا کنید. فعلا با اجازتون. به سلامه. به به عروس خانوم چه نوگلی شدی بابا. الهه قربونت برم بابا، اینجوری نگو خجالت میکشم. میگم بابا جان داری میری خونه شوهر، حواست جمع کن زهزه بشه. یعنی چی؟ یعنی همون زنزلی. چشم بابا. میگم بابا گربه رو دم هجله بکشش، خفش کن. خفه کنم باشه بابا، اونم به چشم. به به میگم تا میتونی مال و اموال تو اونو، مال و اموال اونو به نام خودت بکن. راست میگی بابا، اونم به چشم. به به دختر گلم چند نوگلی شدی، ززش کن بابا. بابا اینه یه بار گفتی بسه دیگه. گفتم یادم رفت. میگم داری میری خونه شوهر، حواست جمع کن ززه بابا. ها. 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 چی میگی زن؟ تو میگی ملیه رو بهش بگم شوهرش رو زهزه کنه؟ تو منو زهزه کردی؟ کجا رو دیدی؟
تو اون دنیا الان وجدانت راحت من زهزه شدم راحت مالا اموال دامادم زیاده جات خالیه عروسی من میگم زهزش کن میگه بابا من برم آرایشگاه آرایشگاه بابا بیا دیگه این مادر تی دست ور نمیداره میگه بیا پیش من پس دکتر کو باشه حسن طرف مگه دکتره اینو نگاش کن طرف 50-60 سال دکتر خانوادگی بوده اقلاس عمشو خوب کرده دست پرچی میزده شفا کدومشو مش اصلا اونی که از امین آباد مرخص شده یا اونی که الان سرایی داره نه بحران اقتصادی اروپا اینا چیز کردن خدا حواشی گرفتن چیز شد سلام دستتون درد نکنه خیلی زحمت کشیدی ماشی بابا جان اینا رو بگیر من الان اینا چیه؟ بس ما تو اینجا بیشی؟ به به تو کجا بودی؟ تو کی هستی؟ ریحانه سب کن ریحانه من الان اینجا رو سب کن اینو باز کنم شاید برای تیتیش رو بردن شاید برای من تیتیش رو بردن موی سفید و توی آینه دیدم بعدش به خودم چرا من خندیدم سیزه این چرا باز نمیشه دوست داری؟ دوست داری؟ این چرا پیدنش تنگه؟ من واقعا از همه تون شرمندم نباید اینطوری میشه باور کنید اصلا نمیتونم تو چشاتون نگاه کنم ما هممون مقصریم نباید اولش هم با هم دیگه تعارف میکردیم هیچی بهتر از صداقت نیست مگه نه مهندس من مهندس نیستم سعید جون ما تو رو از اولش به اسم مهندس میشناختیم الانم بهت میگیم مهندس الانم خواهش میکنم دیگه نبش قبر نکن برو زودتر همه چی رو به عمو سیروس بگو تمومش کن بذار بره هرچی بشه از این بلا تکلیفی که بهتره نه پس تو هم با من میا اگه یه اتفاقی برام افتاد بیا بچه ها خبر بدیم با مهنده زندان که نمیخوایم بریم نترسین من هستم یه موقع دعوا نشه آدماش نزننتون گفتم که من هستم مواظب خودتون باشین ها ما هم بیان آره منم بیان نه خانوم شما تشریف داشته باشین بهتره چشم هرچی شما بگین Thank you.
بله همین آدرسی که گفتم خدمتتون. فقط خواهش می‌کنم سریع‌تر تشریف بیارید. شد. تماس گرفتی؟ آره اناناس که دیگه برسن. چیه؟ چی کار کنه مهندس؟ دیگه چاره نیست، باید صبر کنیم تا بیان. شما رو نمیدونم ولی من دیگه نمیتونم صبر کنم، میخوام برم تو. دیوونه شدی مهندس؟ اونجا پره گردن کلوفته. به جون تو انقدر تو این مدت سختی کشیدم که دیگه هیچی برام فرق نمیکنه. کنه دوست دارم برم تو یه چماق بردارم همه شون رو قلقم کنم، همچین دلم خنک میشه. منطقی نیست آخه. منطقی نیست، شدنیه که خطرناکه مهندس، واسه الان پلیس میرسه. نه ترسید، بریم تو، من اینجا. لیلا. بله. منو نگاه کن، مشکل تو چیه؟ سیروس قرار نبود باشه اینجا باشه. چی شده؟ چه اشکالی داره؟ مگه نمیبینی اینجا اتوبان ماشین تابلوه؟ ولی که قراره دو ساعت بیاره، نه دو نیست. مجید خان زنده باشی. این طرف ها چطه ناراحتی؟ این چیه دستته؟ چماقه؟ چیزی شده؟ خیلی پستی، خیلی نامردی. این چه بلایی بود سر من در آوردی؟ داداش بدبخت من انداختی گوشه بیمارستان. خیلی نامردی، آبرو جلو همه بردی. من؟ ای بابا گوشون جوان، چی دارم بهت میگم؟ ببین سعی نکن که مثل بزغاله هرچی تو دهن درمت تکرار کنی. درست نیست، خورد نیتو برم عفت کلام داشته باش. آره ببین من بلند میگم که همه بشنون، همیشه باید آدم کاری بکنه که مالشو صفت دیگر داره، که چی؟ که دوز بهش نزنه. ببین تو اگه سرت با پات پنالتی میزد و مواظب مالت نبودی به من چه مال بوده؟ آره احمق، گول حرفای تو رو خوردم، عدد چکاهت میکنم. آخه قربونه تو برم، به چه جرمی ها؟ اگه خلاف نگردم. مانی بیا ببین چی بهت میگم، این عزیز دل منو ببر، بعدش مهمون نوازی کن، بعدش هم ببر توی انبارو نگرش دار تا یادش باشه که همیشه از اموالش نگهداری کنه. چشم آقا. خب ببخش منو، من خستم بیکم برم استراحت کنم. بچه چی میگفتی حالا؟ ها؟ کجا؟ کجا آقا خوشگله؟ آقا جان میگم سبزواری، اگر به جون خودم یه مو از سر ملیه کم بشه پوستتو میکنم میدم دباقی. خیالتون راحت. تو میدونی ملیه جونم دختر گلم یه سرجازی داره؟ نه نمیدونم چی هست. من بله. شما؟ بله، هر کی دختر منو میخواد خب باید منم بخواد.
یعنی چی؟ آخه تو رود میشه، تو پولدار، پدر زنت سرایدار، تو حتما باید یه باقی، ویلای، مغازه، یه چهار دیواری به نام من بکنی. من اگه پولدار شدم، درس خوندم، تلاش کردم، زحمت کشیدم، حالا شما چه خبره؟ خسته نباشی، درس نباشی. یادم رفت بهت بگم اگر یه مو از سر ملیه کم بشه پوستتو میکنم، میدم دباغی توش باحالی بود. مشستن اینو که یه بار گفتی. راست میگی، گفتم راست میگی. فعلا حواست باشه، یادت در سر کوچه بانگ یک حساب هشت رقمی به نام مشستن باز کن. دیگه؟ دیگه فعلا هیچ. چقدر طولش میده؟ چه میدونم والا، گفت میخوام با دامادم یه صحبت های اولیه داشته باشم. حالا چی دارم من میگه میگم؟ منم چه میدونم، دارم از استرس میمیرم. حالا ببینم مرکزم من میتونم یه چند دقیقه با ملیح خانوم یه چهار کلام صحبت کنم؟ ساکت، خجالت بکش، برد جلو چشم دور شو. چیه؟ اینه از بر رو بر به من نگاه میکنی؟ بلند شو، برو گم شو، برو. بابا من که همه شرطاتو قبول کردم. تازه یک هشتم شرطامه، بقیه شرطام مونده. برو. چرا بر رو بر من رو نگاه میکنی؟ برو گم شو. برو بابا دلت خوشه. حرف حرف میزن. چی گفت؟ ولکم. چی با خاک بر سرم، یکی هم پرید. کجا رفتی سبزواری؟ بابا این هم پرید. نه بابا کجا پرید؟ کجا را؟ از اون بر. نه ترس بابا، الان میرم کتبسه میارمه. آهای سبزواری.